سلام وقتتون بخیر یه روز باد و آفتاب با همدیگه مناظری کردند و باد گفتش که قول میدم من از تو قوی ترم و خیلی زودتر میتونم مردم رو از پا در بیارم گفت اون پیره رو میبینی که کت به تنشه زودتر از توی آفتاب کتش رو از تنش در میارم آفتاب پشت یک ابر پنهان شد و باد شروع کرد به کولاک کردن و چرخیدن این هرچه بیشتر میچرخید و توفانش رو قویتر میکرد پیرمرد کتش رو بیشتر به خودش میچسبون و خودش رو در هم میکشید هرچه تلاش کرد نتونست آفتاب دقایقی با تبسم بر تن نازک اون پیرمرد تافت طولی نکشید که پیرمرد عرق کرد و عرق از پیشونی پاک کرد کتشم در آورد و گذاشت کنار آفتاب رو به باد کرد و گفت هیچ وقت با زور نمیشه مردم رو مطیع خودت کرد کافیه به اونها محبت کنی با تمام وجود در اختیار تو خواهند بود کما اینکه روایت امام معصوم هم همینه احسان دلها را مسخر می کند روزگارتون پر از خوبی و محبت و مهربانی خدا رو شاکریم که امروز روزی پیدا کردیم محضر شما سلام کنیم از شهر کریمه اهل بیت از جوار حضرت معصوم سلام الله علیه ها به محضر ایشون که امه آقا جواد الائمه هستن این طرفتر استودیو ما مرقد متحر جناب موسای مبرقع هست از نوادگان آقا جواد الائمه از فرزندان آقا جواد الائمه است. به محضر این دو بزرگوار و از گرمترین و زیباترین سلامامون رو هم محضر ولی نعمتمون وجود نازنین پر ارزش و قیمت حضرت بقیت الله اجال الله تعالی فرزو شریف و, و یکایی که شما دوستان تبریک و تحنیتمون رو ارز میکنیم امیدوارم که از برکت این آقا از برکت این مولود پر خیر و برکت در خانه آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا همه ما بهرهمند بشیم انشاءالله شنیدید میدانید دیروز هم مختصری رو عرض کردم خدمت شما حضرت رضا علیه السلام تا سنین بالایی محروم بودن از داشتن فرزندی لذا مردم و یاوگوها شروع کردن حرف ها زدن و تهمت ها زدن به جناب سلطان سلاطین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام ولی که از اونجایی که خدا هر را اراده کند، مردم هیچ کاره توی اون اراده کرد تا دل عزیزش علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به دست بیاره و خداوند ولو در سنین بالاتر، در عمر آقا امام رضا جواد الاعمه علیه السلام رو تقدیم همه عالم کرد چون اینها بنا به نص دعا و زیارت جامعه کبیره محتقین به عرشه خداوند ها رو خلق کرده بود انوارا مثل نورها و در عرش حول اون عرش تواف میکردند محضر خدا بودند و بعد حتی من نه علینا خدا منت سر ما گذاشت اونها رو پایین آورد بعضی ها که از روی ادب میخوان این موضوع رو ارائه بکنن دقیقا کلمه درست رو به کار میبرند ظهور اونها تولدشون در عالم بالا بوده یک ظهور جسمانی و یک نزول به این سبک بر روی زمین داشتن که ما ممنوندار خدا هستیم که جواد الائمه رو برای ما قرار داد خدا خودش جواد است و از القاب این آقای کریم و رعوف و مهربان جواد یعنی بخشندگی بر او نام نهاده شده کنیه دومش رو هم که میدانید تقی کسی که اهل تقوا و پرهیزکاری بوده است جزء امامان جوان ماست و توصیه بزرگان جهت ارتباط با این حضرت با این تعابیره که امام جوون هاست ولی کان فرقی نمیکنه همه می توانند از محضر ایشون بهره ببرند و امیدوارم که به لطف و کرمش یک بار دیگه بتونیم کازمین زیارتشون کنیم او ذات رب العالمین کشتی بهر گرانش خیرالمرسلین خیر المرسلین ای ذات کبریایی منزل وحی السما آن کتاب الله ناطق <applause> مظهر ای مبین از این مولود روشن دیده ی خلق جهان هم و از یسار و از یمین شد از این مولود روشن دیده ی خلق جهان هم سن و ملائک از یسار و از یمین از در و دیوار عالم میرسد هر دم به گوش گشت میلاد امام انس و جان، حبل المتین زهره زهرای عد، هر شمس افلاک به نام جاری از لحل لبانه او و بد الیقین مولا جوادال اهم مددی مولا مولا جوادال اهم مددی مولا مولا جوادال اهم مددی مولا, مولا مولا السلام 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 قبل نگاه لطف وجود کبه جانانه اهل وجود السلام ای عشق را معنا و راز نام تو رمز قبول هر نماز السلام یادگار مرتضا ای گل بی مثل هم تای رضا از سلام ای یادگار مرتزا ای گل بی و هم تای رزا مصطفی صورت علی سیرت توی نا خدای کشتی رحمت تویی مصطفی صورت علی سیرت تویی نا خدای کشتی رحمت تویی تو لطف و احسان تا ابد چون بنده جود و بخشش بنده شرمنده مولا جوادال الائمه مددی مولا مولا جوادال الائمه مددی مولا مولا جواد الائمه مددی مولا مولا جواد مددی, مددی مولا سلام و درود خدا بر شما و امیدوارم که تندرست باشید وجود نازنین آقا جواد الهیمی فرماید دیدار دو برادر حالا برادر دینی و یا برادر نسبی باعث صفا و آرامش و نورانیت قلب خواهد شد هرچند مدتش کوتاه باشد یک بار دیگه ولادت پر خیر و برکت آقا جواد الهیمی رو به منظر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم یک تبریک دیگه هم باید من خدمت شما اعلام بدارم و بریم خدمت جناب آقای حکیم رضوی قومی اون هم سال ولادت شش ماهه آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به نقل و تحقیقی یا حالا یادواره اگر خیلی برای اونا که حساسن آقا کجای تاریخ اومده و او اینا یادواره برای این آقای پرخیر و برکت بعد خوبی و زیباییش در اینه که دو بابل هوایج چون آقا جواد الله امرو هم به بابل هوایج میشناسن و از کنیهای حضرتش بابل هوایج هست امیدوارم به برکت این دو بزرگوار هوایج شرعی اخروی و دنیاوی تک تک شما بینندگان عزیز پرابرده به خیر بشود انشالله و جا سلام نکنید یلا سلام از, از عدالله ایام کن و ایام خوش آمدید سلامت بشیم. اعوذ بالله من شیطان رزیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تبریک خدمت ساعت مقدس آقا امام زمان و بینندگان عزیز به مناسبت ایام میلاد آقا امام جواد علیه السلام امروز حالا خیلی از دوستان میگفتن که جاش بود هدیه یه هرز امام جواد و این توی ولادت امام جواد میدادید. البته یه هدیه یه ما برای دوستان گذاشتیم که حالا عزیزانی که با ما در ارتباط هستن اعلام کردیم بهشون هم که نیستن اگه بتونن تا قبل از دوازده امشب با ما ارتباط بگیرن شاید شامل حالشون بشه لا نمیدین نه خب حالا اونجا به هر کسی اعلام می‌کنیم الان میگن دوباره خب من ارتباط می‌گیرم آره یه چیزی گفتن یه چیزی شد <تصفح> نکته که می‌خواستم امروز عرض بکنم حالا بجز اون مباحث خودمون که داشتیم در مورد فیزیوپاتولوژی بود داشتیم صحبت می‌کردیم بله و اسباب و علل بود قبل از که وارد بحث بشیم من یادم یکی از جلساتمون گفتم در مورد روایت وجود مقدس حرز امام جواد علیه السلام که جریان از چه قرار بوده و چه اتفاق افتاده یه صحبتی میکنیم که یه اشاره بکنم چون جلسات خوب ما و مبارکه امروز آره، قشنگ ده. حالا افتاده به روز میلاد آقای امام جواد علیه السلام مناسب است داره ارز بشه بله میفهم در روایت خب حالا هرز ما و جواد خیلی از, از ازان میشناسن دیدن گذشته خب بین شیعیان خیلی مرسوم بود خیلی مرسوم تر از الان بود تا جایی که بعضی از علمای قدیم من شنیدم وقتی که میخواستن مثال بزنن به اینکه دو رفیق خیلی با هم خوب هستن و همیشه در کنار همن میگفتن این دوتا هرز جواد همن ام. یعنی جوری که چسبیدن به هم و از هم جدا نمیشن چون حرز امام جلال علیه السلام خب به بازوی طرف بسته شده جدا نمیشه یه همچین حالی داره رضا اصلا مثال میذاره اینقدر عرف بود بین مردم و همه میشناختن خب متاسفانه یه مقداری کمرنگ شده الان و مردم شناخت خیلی نسبت بهش ندارن در مورد روایتش روایتش از حکیمه امه امام اسکری که بزنید. علیه السلام این بزرگوار نقل میکنه از همسر امام جواد اون همسرشون که دختر معمون بود رض الله علیه خب میگه یه روزی اومد پیش من به من گفتش که من نشسته بودم توی خونه و یه زن جوانی وارد شد وارد شد اومد پیش من به من گفتش که من همسر جواد العیمن. و منم غیرت زنانگیم خب خودش همسر امام جواد، غیرت زنانگیم برانگیخت چیزی که برای زن بده در روات هم داریم غیرت برای مرد خوبه برای زن بده گفت من یه جورایی غیرتی شدم نسبت به این که این زن زن همسر منه رفتم به سایت امام جواد پیش پدرم اون لحظه ای که وارد شدم نمیدونستم پدرم مست بود مهمون مست بود و منم اعتراضم رو گفتم گفتم بابا شوهرم رفته زنگ گرفته به فریادم برس کاری برام بکن تا گفتم پدرم هم مص بود به غلامش گفت شمشیر منو بیار شمشیر و وردوش اومد رفت تو اتاقی که امام جواد علیه السلام زندگی میکرد گفت منو غلام دیدیم که با شمشیر وجود مقدس حضرت رو به شهادت رسون از اتاق اومد بیرون ما هم از ترسمون دیگه هیچی نگفتیم رفتیم فردا صبح اومدم خیلی پریشان احوال اومدم پیش پدرم گفتم با فهمیدی دیشب چه کردی؟ گفت نه چه کردم گفتم ابن رزا رو کشتی گفت تا اینو بهش گفتم دست و پاش شروع شد گفت من کشتم گواره اینها این قلامت شمشیر رو ازش گرفتی رفتی کشتیش غلام آورد گفتش که من ابن رزا رو کشتم گواره دیشب آقا خودت گفتی شمشیر بود. گفت خاک الان به سرمون شد الان میگن اینا میخواستن فرزند آقا امام رضا رو بکشن و جواد الاحمر رو کشتن حکومت به هم میریزه یه فکری بکنید یه جوری بالاخره درست کنیم قضیه رو غلام فرستاد گفت برو ببین اوضاع چه خبره برای تشییع جنازه آماده بشیم یه کاری بکنیم یه جوری که تقصیر ما نیفته بالاخره اوزاد درست بشه گفت وقتی که <تصفح> اومدیم و رفتیم غلام برگشت گفتش که ابن رضا سالم گوشه خونه نشسته بود داشت عبادت میکرد گفت مگه شما نگفتید من دیشب با شمشیر قطع قطعش کردم گفتن آقا اون که ما دیدیم این بود ولی اون چیزی که اتفاق افتاده اون نیست حتی منم برای اینکه مطمئن بشم آقا سالمه بهش گفتم آقا میشه لباس تو به من هدیه بدی کفنم کنم حضرت همونجا لباسش رو در آورد من بدن متحر آقا رو دیدم گوشه خراش رو بدنش نبود الله گفت لباسم این ها از آقا گرفتم و بردم گفت پاشید بریم معمون اومد خدمت آقا امام جواد علیه السلام آقا بهش گفتش که شبا از منزل بیرون نرو گفت چرا؟ گفت برات خطر داره گفت چی شده؟ خودت میدونی من چه کردم دیشب درسته من خودم عقل تو سرم نبود ولی من یه کاری کردم که شما آگاهی بهش الان اون چیزی که اونا دیدن و این چیزی که هست سرش و هم سنخیتی نکنه حضرت فرمود که من چیزی و هرزی به بازوی خودم دارم که منو از شر تمام بدی ها حفظ میکنه و اگر با سپاه ترک و روم که حالا اون موقع قوی سپاهها سپاه ها بودن کسی رو به رو بشه و این هرز رو به خودش داشته باشه گزندی ازشون نمیبینه و پیروز میشه معمون گفت میشه برا منم بنویسید این چیزی که آقا نوشتند و در تاریخ و در روایات ما هست و دستور العملش رو فرمودن و دادن همین هرزه که الان معروف به هرز آقا امام جواد جا. علیه السلام کبیر هرزه کبیر بله که ازت فرمودن برید برام پوست آهو بیارید میکنید اینطور روایت شده یعنی دستور العمل نوشتنش اینجور به دست ما که حضرت میخواستن بنویسن کارهایی که کردن ما به تقلید از حضرت همون کارها رو میکنیم حضرت فهمون برید پوست آهو بیارید آوردن حضرت نوشتن فهموندن برید بذاریدش توی که نقره و بگید روی نقره رو این دعا رو بنویسن که به اشتباه خیلی دعا رو توی هیرز می نویسن در صورتی که هست عین روایت باید روی نقره نوشته بشه ور می توی یه دونه قوطی نقره می مثلا میگن حضرت فرموده تو نقره بذارید در صورتی که این نیست روی نقره عکس گل و بلبل و نم درخت و این چیزها می کشن مثلا برای زیباییش در حقیقت اون روی نقره باید دعا نوشته بشه و از اون طرف حضرت هم فرمودن به معمون بگید این نماز را بخواند و به دست کند بدون نماز باز نواشین. باز یه مشکلی که وجود داره خیلی نمازشو نمیخونن خیلی ها نمازشو میگن آقا نمیشه که بر ما بخونه نمیشه خودتون بخونید خیلی هم هستن میگن آقا ما این هرز ما و جواد نماز خانده شده است عجب هست <تص> خیلی من دیدم متاسفانه در صورتی که حقیقت امر اینه که نماز رو باید صاحب هرز بخونه کسی که قرار حاملش باشه نیا در مورد هرز وجود مقدس امام جواد علیه السلام که بیش از 80 90 تا خاصیت داره که از خود روایت و در خود دعا هست هم از دفن جن و دفع تلسم و دفع چی زخم و برای رزق و روزی و برای بخت گشایی و, و برای خیلی از بیماری های خاص و نمیدونم مشکلاتی که مثلا برای انسان پیش میاد حوادثی که پیش میاد بیماری وبا و مثل همین بیماری که الان هست حفاظت میکنه انسانو به جز اینها خیلی از خواص دیگه هست که حالا ما یه لیستی مثلا 80 90 تایی هست دوستان بعضی دیدن خاصیتش نوشته شده یه چیزی که وجود داره بزنن که در دسترس هست دیگه آره تو اینترنت هم میتونن سرچ کنن خواص هرز آره. کبیر امام جوادانی سلام میتونن خواصش رو ببینن ولی یه نکته که خیلی مهمه به باور قدیم و به باور بعضی از هرزها که هرز به نام شخص بود دلی. یعنی وقتی میخواستن هام. بنویسن، مثلا در روایت بود هازل هرز ل فلان ابن فلان درست شد؟ و بعد متنش میاد و ما مجبور بودیم وقتی میخواستیم بنویسیم مثلا مثل هرز رزق روزی آقا امیر المومنی خب این وقتی میخواد برای کسی نوشته بشه حضرت میفهمد که ل فلان ابن فلان و فلان ابن فلان همه جوری اسم طرف چی میشه؟ اکشار میشه ما باید به این فلان ابن فلان بنویسیم مثلا مهدی ابن محمد حسین ابن مثلا تقی اسم طرف بیاریم تو اسم خب این خاص خود روایته وقتی که روایت از ما خاصه ما هم مجبوریم وارد کنیم در مورد حرز کبیر امام جواد علیه السلام هم چیزی وجود نداره. نداره اون چیزی که باور خیلی از مردم هست متاسفانه از قدیم به خاطر حالا این که مردم میگفتن آقا مگه میشه هرز اسم نداشته باشه برای همین بعضی از این دعانویس ها و بعضی از این فروشنده ها آقا ما هرز رو به اسم شما می نویسیم در صورتی در مورد هرز موجود هم چیزی وجود نداره, نداره. نکته مهمش اینه که کسی که صاحب هرز می خواهد بشود است که نماز هرز را می خونه. یعنی اون کاری که اون اسم میخواد بکنه این نماز برای شما میکنه لذا نماز باید خود طرف بخونه بله. تا صاحب هرز بشه در اوست احسن حالا طرف ممیز نیست بچه است برای بچهش میخواد هرزو بگیره طرف اصلا عقلی زائل شده مثلا مجنونه میخوان براش هرزو یا محافظت بشه شخصی نمیتونه سواد نداره میخوانی این کار میکنن میگن که ولیش وسیعش شخصی که ازش نگهداری میکنه قیمه شخصی که حالا مراقبت ازش میکنه بهتره که اون شخص باشه مثلا پدرشه مادرشه همسرش شوهرش این اشخاص میتونن این نماز رو به نیابت از اون بخونن ولی نه اینکه طرف بگه آقا من خستم حالش ندارم چقدر میگیری نماز برا من بخونی تا خودش هست حق این که دعا و, و ذکر خاصی رو هم داره در نمازش یا یعنی مثلا... نمازش خاصه تقریبا یک ساعت و رب تا یک ساعت و نیم بس برای همینه بعضی همون آره موکل میکنن دیگران آره برای همینه که میسپارم میبایی لیک دوره که نماز ساده بود که خودشون میخوندن ولی خب ارزشش و تاثیرش در اینه که خود حامله بله. نیا کاری نداره نمازش مثلا ما قشن چینی نماز رو آماده کردیم تا موبایلش دستش میگیره همه آیا و سورار همه رو تایپ شده آماده با حرکات و با این که کدوم سوره اول کدوم سوره دوم دقیق همه رو ذکر کردیم میتونه نشسته بخونه نماز مستحبیه نیازی نیست وایس بخونه میتونه نشسته بخونه خیلی راحت بشینه موبایلش بگیره دستش نماز رو بخونه و اینکه اگه طرف تنخون باشه میتونه تو 45 دقیقه بخونه من خودم تو 45 دقیقه 50 دقیقه مثلا برای خودم خونده ولی حالت عادی به یک ساعت یک ساعت و نیم طول میکشه تا نماز خونده بشه بسیار خیلی ممنون متشکرم دوستان به من اشاره بکنن چقدر زمان دارین خدا 7 8 دقیقه میتونیم الان موضوع خب در مورد بحث اسباب و علل که صحبت کردیم اسباب تولید سوء مزاج گرمو گفتیم که به درد کی میخورد به درد اشخاصی که وقتی که تشخیص دادن مزاج خودشون رو و فهمیدن این مزاج مزاج گرمیه این علت‌ها رو اگر ازش پیشگیری بکنن باعث میشه که حداقل مزاجشون تشدید و غلبه نکنه آه. که بخواد اذیتشون بکنه که در مورد صحبت کنیم حالا میریم سراغ سو مزاج سرد کسی که سرما تو بدن زیاده یعنی وقتی که اومده بررسی کرده نشانه ها رو دیده این بدن بدن سردی مه. چی ایجاد سرما میکنه این نکته تو امروز خیلی مهمه همین یه نکته رو اگه عزیزان یاد بگیرن یه بحث هم علمی رو یاد گرفتن هم یه بحث پایه رو یاد گرفتن همین که برای در درد درمانشون میخوره اگه خاطرتون باشه در اسباب و علل سوء مزاج گرم گفتیم حرکت معتدل یعنی طرف جنب و جوش داشته باشه باعث میشه یه حرارت بدنش بره بالا بالا و گفتیم در روات هم هست کسی که مزاج صفرا داره بهتری که تو فصل گرم یا حتی غیر فصل گرم و فعالیت زیادی انجام نکنه چون حرارتش بالاتر میره حالا در مورد سوی مزاج سرد میگن فعالیت و حرکت زیاد باعث سردی میشه <applause> چی میشه که حرکت زیاد شما چی بیشتر بدوید هرچی بیشتر ورزش بکنید که گرمتر میشه پس چرا حرکت خیلی زیاد و شدید سردی تولید میکنه شاید اون به خاطر افت فشار و حالا کنی... توان کمتر اه... حالا من دلیلش توضیح بدم میتونه سوال جالبی خود آره حرکت خیلی زیاد دقیقا سردی ایجاد, سردی ایجاد سردی میکنه یعنی مخالف حال خودش نشون میده چطور مثل اگر طرف گرمی داشته باشه که خب گفتیم حرارت بالا میره نه تو همون شخصم تو همون شخصم اگه فعالیت زیاد بکنه مثلا یک ورزشکار کار سخت باره. حالا نیا کنی اصلا علتش رو من بیان بکنم چرا حرکت زیاد مخالف خودش اثر میکنه مهم. در یه حرکت باید گرما ایجاد میکنه بدن برای اینکه بتونه حرکت بکنه باید انرژی بسوزونه یعنی از مواد مغذی خودش چربی ها پروتئین ها و تمام مواد مدنی که تو بدن وجود داره بدن با تغذیه ذخیره کرده تبدیل خون کرده تو بافت بدن آماده حاضر مایچا برای اینکه بسوزوننش حرکت میکنه این بدن یک مقداری مثل یه ماشین یه مقداری بنزین تو وجودش هست وقتی که حرکت خیلی شدید بشه تمام انرژی سوخته بشه دیگه حتی بدن برای تأمین گرمای داخلی خودش هم انرژی دیگه نداره نداره لذا میره روبه به سردی. بزرد. اگه ببینید میگن آقا طرف ضعف کرد انقدر کار کرد بله. دست بدنش یخ کرده یخ کرد. چرا و تو کار میکنی که یخ کردی که ضعف کردی علت چیه؟ علت فعالیت زیاده پس میتونه فعالیت زیاد به دلیل سوخت و ساز زیاد بدن و هدر رفتن انرژی بدن باعث بشه که دیگه بدن برای ایجاد گرمای خودش هم انرژی لازم نداشته باشه, نداشته باشه. بالعکس باشه. خودش عمل میکنه پس یکی میتونه حرکت خیلی زیاد ایجاد سرما بکنه از اون طرف بی حرکتی زیاد هم ایجاد سرما میکنه طرف انقدر سوخت و سازش میاد پایین, پایین, که بدن اصلا سرد میشه دیگه مثل دست که مثلا اگر استکاک نداشته باشه اون گرمایی لازم بود دیگه نداره نداره به طبع کار نکردنه تنبلیه به سردی سرد. بیشتر میگراید اونم نیا چون یه حرکت معتدل گرمایی ایجاد میکنه اگه شخص یه حرکت معتدل داشته باشه و مزاجی مزاج سرد باشه این کمکش میکنه برای همین برای کسایی که سرد مزاج هستن یک مقدار حرکت لازمه و همون علت لاغریشون میشه و همون باعث میشه چربی بدنشون به حرکت بیفته و آب بشه و تبدیل بشه به خون و به درجه بعدی برسه چرا اینایی که ف... مثلا حالا حرارتی دارند و جز گرم آدم های گرم هستن اگر فعالیت من منهای داستان اینکه خب حرارت کلی بدنشون بالا میره ولی توی این سیخت و سازه خیلی تغییری براشون ایجاد نمیکنه. نمی کنه. چون جنس چاقی اونا از گرماست وقتی جنس چاقی از گرما باشه هیچ گرما نمیتونه از بین ببرتش مگر اینکه اون همون بره, بره قدر بالا به خاکستر تر آره خب اون وقت اون ایجاد مریضی میکنه لاغرش میکنه ولی با پادرد و کمردرد و مشکلات ذهنی و روحی و و هزاران نمان. مشکل دیگه وقتی که حراره وقتی که چاقی تو بدن از سرما تولید شده باشه میشه چربی چربی وقتی حرارتش میدیم چی میشه؟ میشه آب میشه, آب میشه. پس وقتی من میام به چربی چکم و پهلو و بازو و ران خودم حرارت میدم حرکت میکنم اینا یواش یواش آب میشه و از پوست من خارج میشه و یه سریش هم داخل بدن جذب میشه ولی اگر چربی نباشد و جنس چاقی من بزنم. از گوشت و ماهیچه باشه این حرارت باعث ساختش میشه چون ما گفتیم حرارت و رطوبت گوشت تولید میکنه بله. دم بله. خب همین باعث میشه که طرف عضلات بیشتری داشته باشه حالا اگه عضلاتش فرم نداشته باشه یه چاقی زشتی ولی خب همین رو ورزشکارا بهش فرم میدن یعنی با ورزش درست اون ماییچه رو سر جای خودش و درست می‌بینی بازوهای بزرگی داره مثلا رون پا پشت پا چه میدونم جایی که تو بدن خودشون کنترلش میکنن با ورزش بسیار محب. اون چاقی رو ما با آوردن کم کردن حرارت میتونیم کنترلش بکنیم ولی همه از جنس رو ولی از جنس نستن. چربی رو اتفاقا نیاز داره که بتونه یه تحرک داشته باشه تا اینکه حرارت بره بالا و خب مورد بعدی دوباره به همین برمیگرده بگیم اگر که مقطع مبحثی تمامه آره، نگهش داریم دیگه تا اینو بگم چون دوران از, بله. از اول توضیح بدیم یک <تصح> <تصح> مورد دیگه حرکت زیاد گفتیم سردی ایجاد میکنه حرکت کم هم سردی ایجاد بله. میکنه کمخوری سردی ایجاد میکنه طرف بسیار غذای کمی مصرف میکنه انرژی لازم به بدنش نمیرسه و از اون طرف پرخوری طرف که خوب داره میخوره باید بدنش گرم باشه ولی چرا سرده؟ علت سردیش اینه که وقتی که غذا زیاد میخوره بدن باید انرژی زیادی برای حزم این غذا مصرف کنه تا این غذا تا این غذا حزم نشده و هنوز تبدیل به انرژی نشده انرژی نمید. بدن تمام میشه زورش به حزم این همه غذا نمیرس. نمیرسه, لذا بدنش افت فشار پیدا میکنه و میونه تو معدش میمونه دل درد میکنه و خیلی وقتا مجبور میشه اون غذا رو برگردونه تا اینکه حالش به حالت بسیار متشکرم خیلی ممنونم از جناب آقای رضوی و تک تک شما دوستان که با ما همراه بودید یه فاصله کوتاه تقدیم شما بکنیم برگردیم و دقایق پایانی رو با هم همراه بشیم و شما رو دعوت بکنیم به شنیدن صدای زیبای آسا

تسكي له ارضك وتمتعه في برحمتك يا ارحم خدا رو شکر من یه روایت رو در بخش پایانی برنامه امروز تقدیم شما میکنم در بهار الانوار از حضرت جواد علیه السلام و خیلی هم برای این روزهای ما که درگیر فضای مجازی و لایک زدن ها و تایید کردن ها و پسندیدن و نپسندیدنها ها درگیر هستیم حضرت جواد علیه السلام میفرمایند هر کسی که در کار زشت دیگران رضایتی را داشته باشد در عمل زشت اونها و در عقاب اونها شریک خواهد بود یعنی اگر که در فضای مجازی امروز اینستاگرام، تلگرام، واتساپ یا جای دیگه کسانی که مثلا خلاف بر عرف عمل میکنن بیهجاب ها خرابکاری ها و امثال اینها حالا اینها به حسب مثال شما خود تأمین بدهید به خیلی موارد بالاتر یک لایک like زدی علامت رضایت من پسندیدم این کار تو رو این بیهجابی رو مثلا قبول کردم بدان در این عمل تو هم شریک خواهی بود حرف من باز دوباره نیست و وجود نازنین آقا جوادالعیمه علیه السلام امامی که 25 سال از عمر شریفشان بیشتر در این دنیا نبودند درست است جناب آقای رضوی هم فرمودند حالا این مطالب هم در کتب تاریخی آمده حدودا 7 ساله 6 ساله تو همین رنج سنی حضرت جواد علیه السلام پس از شهادت پدر توسط معمون به امامت میرسند ولیکن بیان وقتی بیان امام هست پر از مطالب مفید و گهروار و دروار به من و شما میرسه ببین حضرت اون زمانی حرف رو زدن اینی که ما میگیم جنس کلام امام معصوم جنس حیات جنس زندگی است همیشه مثل حرف روزه الان این روایت رو عربیش رو هم برای شما اگر بخوام از روی این تبلت بخونم میفرماید من استحسن قبیها کان شریکا فی به هارول انوار جلد 75 صفحه 82 دو. هر که کار زشتی را تحسین و تایید کند در اقاب آن شریک خواهد بود حواسمون رو جمع بکنیم دقایق پایانی بخش اول برنامه است قرآن و اذان منتظریم وجودمون رو معطر بکنیم التون سی داده